یو پسر به بیس گیم شو خوش اومدین. حتما میدونین که ممکنه امسال به یکی از بزرگترین سالها برای مجموعه های فوتبالی تبدیل بشه، چون قراره به غیر از FC و ای فوتبال دو تا گیم فوتبالی دیگه هم منتشر بشه که توی این ویدیو تمام اطلاعاتی رو که راجع به این دوتا میدونیم و با هم بررسی میکنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اولین بازی که میریم سراغش UFL هست که احتمالاً همتون اسم این بازی رو حداقل یه بار شنیدید. این بازی سال 2021 بود که تو مراسم گیمزکام معرفی شد و توسط استودیوی بلاروسی و تازه‌کار استرایکر ساخته میشه و الان نزدیک به 7 ساله که در دست ساخت قرار داره و همین چند وقت پیش بود که میتونستین برای گرفتن کد نسخه بتای بازی درخواست بدید که کد بازی رو تونستم بگیرم، ولی هنوز بتاش آماده نیست و به محض اینکه آماده بشه ویدیو از گیم پلی این بازی براتون میذارم. آخرین بار 2 سال پیش بود که از این بازی داخل چنل حرف زدیم و تصاویر بیشتر از گیم پلی بازی از اون موقع تا الان منتشر شده که براتون میذارمشون روی تصویر. همونطور که میبینید بازی از لحاظ گرافیکی ما رو بیشتر یاد فیفا 13 میندازه و فیزیک تور بازی هم اصلا با FC24 قابل مقایسه نیست و بشیکتاش، اسپورتینگ، موناکو و شاختار جزو معدود تیمایی هستن که قراره داخل UFL به صورت رسمی لایسنس باشن و حضور داشته باشن. اما سوالی که پیش میاد اینه که با این همه کمبود که این بازی داره چرا هنوز به عنوان رقیب EAFC قلم دادش میکنیم؟ که خب این نکته که بازی به صورت کاملا رایگان برای همه کنسول ها عرضه میشه هیجانمونو براش بیشتر میکنه و درسته که UFL نمیتونه از لحاظ گرافیکی به EAFC یا حتی ای فوتبال نزدیک بشه، ولی این گیم پلی بازیه که ما رو منتظر این بازی گذاشته و اگه گیم پلی UFL مثل منوش جذاب باشه میتونه راحت ما رو ترغیب بکنه برای بازی کردن بیشتر این بازی. به تازگی هم سفیر بازی یعنی کریس رونالدو مبلغ 40 میلیون یورو رو روی UFL سرمایه گذاری کرده که خب این میتونه به بهتر شدن این بازی کمک شایانی بکنه. با اینکه هنوز هیچ تاریخ انتشار دقیقی برای بازی مشخص نشده، ولی با توجه به تأخیرهایی که توی سالهای گذشته خورد این گیم و گیم پلی هایی که به تازگی ازش منتشر شده، انتظار میره که امسال این بازی بالاخره منتشر بشه. حتما یادتون هست که پارسال در مورد علت تغییر اسم فیفا به FC صحبت کردیم که فدراسیون فوتبال و EA با هم به مشکل خوردن و راهشون از هم جدا شد. EA اسم بازیشو گذاشت FC و فدراسیون فوتبال هم برای ساخت بازی فوتبالی به دنبال بازیساز میگشت که طبق شایعات منتشر شده ظاهرن فدراسیون فوتبال و شرکت 2K دارن با هم همکاری میکنن تا فیفا رو دوباره بسازن. همونطور که احتمالاً هم میدونید 2K سابقه خوبی توی ساخت بازی‌های ورزشی از جمله NBA و تنیس داره. پس منطقی به نظر میاد که تمایل به ساخت بازی از پرطرفدارترین ورزش دنیا هم داشته باشه. فیفا 2K مطمئناً میتونه هم از لحاظ گرافیکی و هم داشتن تورنمنت‌های مهم رقیب جدی برای FC محسوب بشه و زمان منطقی انتشار بازی هم سال 2026 هستش، چون جام جهانی فوتبال قرار اون سال برگزار بشه و همونطور که میدونید اجازه استفاده از این رقابت هم دیگه دست FC نیست و میتونه تبلیغ خوبی برای فیفا 2K باشه انتشارش توی جام جهانی. و قطعاً این بازی میتونه بخش کریر جذابتری نسبت به FC هم داشته باشه با توجه به چیزی که داخل NBA از 2K دیدیم، که داخلش میتونیم فیس خودمون رو اسکن کنیم و توی یه محیط کوچیک بریم سراغ تمرین کردن و رفتن به بازی‌های مختلف. یکی از مشکلات بزرگ FC 24 کمبود تیم ملی های بازیه که قطعاً فیفا 2K میتونه توی این زمینه به خاطر تورنمنت های ملی بیشتری که داره قوی تر از FC 24 عمل بکنه و تیم ملی های بیشتری رو داخل خودش جا بده، که همین مسئله میتونه یه برتری نسبی ایجاد بکنه برای فیفا 2K نسبت به FC. خب بچه ها، اینم از این ویدیو. تمام اطلاعاتی که از این دوتا بازی داشتیم، حتما نظرتون رو برام در مورد UFL و فیفا 2K بنویسید که میتونن جای FC رو به نظرتون بگیرن یا نه. و تا ویدیوهای بعدی، catch you later boy.